گفتی جعفرزاده دوست ندارم، کردش کیانی. گفتم آخی حبیب با جعفرزاده حبس کشیده، میخواد یه فامیلی پاک داشته باشه. نگیز این ماجرامونه قبل از اینکه من حاجت‌ها رو بشناسم. ما دروغ میگی. عاشق سیمین شدم نگیز. این دعوتنامه از اداره آگاهی اومده، ببین توش چی نوشته. خودشه؟ بله. شاکی من احمد صناعی دیگه. ایشون با من خصومت شخصی دارن و دارن بیخود اتهام میزنن. من هنوز راجع به اتهام شما چیزی نگفتم. به همین دلیله که من دلیل این سوالا رو نمیفهمم. دلیلش نقش شما توی کلاهبرداریه. تو نمیخوای دست از این اتهام زنی برداری؟ من که بهت گفتم تا آخرین ماجرا دنبالشم، تا ثابت بشه دست تو اون رفیقت خسروی با هم توی یک کاسه بوده. خیالات برات داشته. هم سب داشته باش. سرکله خسروی به زودی پیدا میشه، اون وقت بهت میگم که خیالات برش داشته. من که میدونم تو چرا من دل خودتو به در دیوار میزنیم. من بزن خیالات رو راحت کنم. جایی تو دیگه هیچ وقت تو اون شرکت نیست احمد. ایشون با یه آقای خیلی مراوده دارن و خیلی صمیمی شدن. خیلی کنجکاو بودم بدونم همین آقای اعتصام که عرض میکنم بزنم ایشون کیه. و وقتی پرسجو کردم متوجه شدم که پدر آقای اعتصام وابسته به رژیم سابق بوده و اعدامش کردن، خونه‌شون هم مصادره‌ایه. خیلی برام جالب بود احمد آقایی که اینقدر جانماز آب میکشه، جبهه رفته، مسجد میره، اینقدر اعتقادات عجیب و غریب اینجوری داره، چجوری با یه همچین آدمی دمخور شده. آدرس خونه‌شون رو داری؟ بله. نمیفهمم نسرین چرا اینو از من پنهون کرده. عذرخواهی میکنم، من هنوز نسبت آقای اعتصام با احمد آقا رو نمیدونم. اعتصام پدر واقعی احمده. پرویز یه راز بود، یه راز خونوادگی بین عمه گوهر و مامان بابا.
اون روزی که اون غریبه پاشو گذاشت تو خونه ما. بعد از شهید شدن حسین آقا، عمه و دو تا بچه‌ش اغلب خونه ما بودن. انقلاب بود، زمان درگیری ها. همه رفته بودن تظاهرات، من خونه بودم. شنیدم عمه و بابا دارم هم جر و بحث میکنن. متوجه نمیشدم دقیق، ولی عمه از یه آدمی حرف میزد به اسم پرویز که اومده سراغش. بعد داشت به بابا التماس میکرد که نذار احمدو ازم بگیره. اصلا نمیدونم برای چی اومده اینجا الان. خواهر من پدرشه. خب پدرش 15 سال کجا بوده؟ 15 سال نبوده، آمده باید بشینیم صحبت بکنیم. نمیشه که دم در مهمونه بگیم بره. نه اونو که بگو بره. اصلا ببین من پسرمو نمیدم ببره. باید بیاین بشینین با هم صحبت. منم نمیذارم ببره. من پشت تو هستم. هر وقت میخواد بیاد ببینتش. باید باش حرف بزنی باش. تو الان. من حرف نمیزنم. تو حرف بزن. تو برو بهش توضیح بده. بگو من احمدو نمیدم ببره. خب؟ بسیار خوب. بسیار خوب. نمیفهمیدم چی میگه. تا اینکه دیدمش. یه غریبه اومد تو. بابام خیلی تند باش حرف میزد. داد میزد سرش، بهش میگفت بابای احمد حسین آقاست که رفت شهید شد. نه یادم بزدل و ترسو که معلوم نیست این همه مدت کجا بوده، حالا فهمیده یه بچه ای هم داره. مثل که این آقای پرویز اعتصام تازه متوجه شده بوده که احمد بچهش وسط اون شلوغی‌ها برگشته بوده ایران بچهش رو پس بگیره. باور نکردنی بود. از اون باور نکردنی تر یه راز دیگه بود که مثل پتک خورد تو سرم وقتی شنیدم. این آقا پرویز یه نفوذی بود تو گروه بابام که مسبب همه بدبختی‌های ما شد. مسبب کشته شدن دایی فرهادم، مریضی مامانم، سخت شدن اون بچه‌ای که قرار بود برادرم بشه، همه منتظرش بودیم. زندان رفتن‌های بابام، نبودناش، همه و همه تقصیر این آدم بود که شوهرم نیست، سابقم بود. جالبه احمد آقا با این که پسر عمه شما حساب میشه، اما متعلق به خانواده شما نیست. زخمی که اون سالا این آدم ها پرویز اعتصام و پدرش به خانواده من و روح من وارد کردن تا همین امروز هم با من. همینه که این مدت کمتر میام شرکت. متوسل شدم به روانشناس. بهتره. بله آقا. به لطف شما خانمتون که زحمت بیمارستانی کشیدن چشماش برگشته. خب خدا رو شکر. بزای خودت چطور؟ راضی؟ بله آقا. ببخشید سریقا بهتون. سلام. بی رب صحبت کردم. ببخش خانم شکیبا رو یه دست دم کنید. قدر محبتاتون رو میدونم. بعد قدر خانوادت و آزادی تو بدونی. بله آقا.
وقتی که بیکار میشی اعصابت میرزه به هم، شرمنده خانوادت میشی، بعد دست خودت نیست، همش دنبال یه بهونه ای که بیفتی تو زندون و اصلا شرمنده نباشی. این از چاله به چاه. نه آقا دیگه به لطف شما سربراه شدم، مادرم همش سر نماز دعاتون میکنه. سلام برسه. با اجازهتون. سلام. سلام. خوبی؟ اوضاع خوبه؟ خدا رو شکر از وقتی فروشمون رفته بالا بچه‌ها انگیزه پیدا کردن طرحشون رو بیشتر بفروشن که پول بیشتری گیرشون بیاد. شنیدم کارایی که تو طراحی می‌کنی فروش خوبی داره. من این سفارش ها رو آوردم، یه چند روزی دارم میرم سفر، به آقای امینی سپردم، یه کم کسری داشتیم بهش بگی. دستت درد نکنه، منم میرم پیش نسرین که تنها نباشه. آقای رضا من میام اینا رو تو ماشین میارم، اینا رو میشه سر راه بدی به فرخنده خانم؟ آره حتما بده به من. دستت درد. خانوما دقت کنین مرجویی نداشته باشین. زندان، اتاق ملاقات، بابام که خسته و تکیده بود ولی همیشه لبخند میزد. گریه های مامان، تنهایی های من، بابام چند بار دستگیر شده بود، افتاده بود زندان، هر بار چند سال. وقتی داشتم بزرگ می شدم نداشتمش، نبود کنارم. موقعی که بهش احتیاج داشتم نبود، وقتی بغل پدرونش رو می خواستم نبود. دفعه اولش هیچ وقت فراموش نمی کنم، ما رو برد پارک، من و نسرین. بکرم شاید چون همیشه نسرین مریض بهونه میگیره ما رو برداشته برده اونجا، ولی بابا ما یه دوستی اونجا قرار داشت. اون موقع نمیدونستم کار سیاسی چیه، هیچی نمیدونستم. دیدم بابام داره دور میشه ازم، مامورا اومدن، از رو لباسشون میگم، لباسشون میاد. تصاویر ذهنی تو برام تعریف کن. مامورا میان دور و بر بابام، نسرین تو بغل باباست مثل همیشه، دور میشن ازم، میرن، مامورا میبرنشون. من عروسکم تو دستم، تنها، ترسیدم، آدرس خونم رو بلد نیستم، هیچ کس رو نمیشناسم. یه زن میاد میبردم، من رو به خودش میبره خونهش رو. Thank you.
کنم ولی نمیدونم کجا. نمیدونم باید چی کار کنم. ترسیدم. ترسیدم. وحشت همه وجودم رو گرفته بود. فکر کردم همه عمرم باید با اون دوتا غریبه زندگی کنم. فکر کردم بابا مامانم دوستم ندارن نیومدن منو ببرن. تنها بودم. چسبیده بودم به اون عروسک. همه هموغم هم شده بودم اون عروسک. به جای مامانم بغلش میکردم. به جای مامان بهش بر میزدم که چرا منو دوست نداره. چرا منو دوست نداره. یه هفته گذشته بود. شمسی بی خیال شو از خرش یکی بیا پایین. حرف باقبونه رو یادم بزنش. میگو ببریمش پارک. برش گردونیم همون جا. زنش میگفت نه. نه. این هدیه خداست. در ما بردش. مریضم. چی نمیخورم. فقط گریه میکنم. فقط گریه میکنم. فقط گریه میکنم. نمیدونم اگه دلش واسم نمیسوخ منو بر نمیگردون چه اتفاقی برام میافتاد. داستان خیلی عجیبیه. گفتین چند وقت از خونه دور بودین؟ یه هفته شد. یه روز مرده دید زنش خونه نیست، منو برد کلانتری، گفت تو پارک پیداش کرد. حتما خانواده من از شما ترسیده بودم. من فکر میکنم پرویز اعتصام و پدرش بیشتر روی احوالات شما تأثیر گذاشتن تا روابطتون با خواهرتون. مثلا همین زندان رفتن پدرتون.
باعث شد شما مدت ها از محبت پدر بی نصیب بمونیم. گذشته من مثل یک کابوسه که مدام با هم زندگی میکنه، مثل یه زخمیه که انگار قرار نیست هیچ وقت خوب بشه. جسارته، اما من فکر میکنم شما به جای روانکاو و روانشناس به یه آدمی احتیاج دارین حرفاتون رو بفهمه، حرفاتون گوش کنه و گوش کنه و گوش کنه بدون قضاوت. یه جور سنگ صبور روی کسی که شما براش اهمیت داشته باشی، سنگ صبور شما باشه، فقط شما. یه کسی که یک بار برای همیشه شما بتونین تمام این تلخیه گذشته رو براش بیرون بریزیم و فقط گوش کنم. حق شماست، ولی حرف زدن روش به گذشته حال من رو بدتر میکنه. اتفاقا من شما رو قوی تر از این حرف رو میبینم. شما الان خواهرتون یه زندگی مستقل از شما داره و با توجه به موفقیت های چشمگیری که شما دارین، شما زندگی بهتری از اون دارین. این باعث میشه تلخی های گذشته کم رنگ بشه. در مورد برگشتن آقای اعتصام هم شما هر تصمیم بگیرید، من حقا به شما میدم. میخواین ماشین براتون بزنم تا حیا؟ نه، میتونه در اختیار خودتون باشه. نه، من ترجیح نمیم تا قدم بزنم اگه اجازه بدیم. خام خام به داستان شما فکر کنم. خداحافظ. مراقب خودتون باشین. دعا کن پیداش کنم. انشالله پیداش میکنی. پولی هم که برده برمیگرده. بیشتر از پول به رسوایی آدمایی که هم دستش بودن فکر میکنم. منم بیشتر از همه به اثبات بیگناهی تو. نسیم، من از نقش کیانی مطمئنم. محمدی اومد، من برم. احمد جانم. بسم الله الرحمن الرحیم. بین یک و دیگه ببخشید، خیلی معطل شدی. کاش میمدی تو. ممنون، مهمونی که نیومدم. به خاطر من افتادی تو زحمت ها. میخوای تا اونجا من رانندگی کنم؟ دیگه جبهه نیستش که بشینی پشت فرمون لای خمپارهایی که چپ و راست میخواد زمین برونی. نکنه نگران ترکش های توپا میکنه تونم درست رانندگی کنم؟ من مخلص اون ترکش های توپاتم.
مسعود بیداری؟ آره بیدارم. اصلا درست بود. چی شده؟ موتوری از شهر تا اینجا داره تعقیبمون میکنه. دیدمش. چند روز احساس کردم تو شهر گهگاهی موتور میبینم. یه جا بایستادم. الو، بله بفرمایی. شما؟ حاج خانم بگین هرمز زنگ زده. بله گوشی خدمتتون باشه. چه میتونم؟ میگی هرمزم. یواش حرف بزنی یا بابا تازه خوابیده. بله. سلام آقا. این وقت شایی باز چی زنگ زده اینجا؟ آقا خبر دارم برات. خبر مرگت خبرتو میذاشی فردا میدادی. آقا افتادم دنبالشون، سنایی و رفیق آقای چیش، اونا فهمیدن اومدن دنبال من، منم از دستشون در رفتم. تو چه غلطی کردی؟ فرار کردم آقا. ببینید قیافش برات آشناست. جناب سروان بخورم 50 تومن سهم من بود، همه پولا رو بردن رفتن. چرا باور نمیکنید تا هر چی باشه دام میگم؟ هر چی قسم میخورم باور. جناب سروان یه توضیح میخوام بشت بدم. جناب سروان یکی از ایناست که موقع فرار خسروی پولاش ازش گرفتن. حرف حسابش چیه؟ میگم کاری نیستم، سهم 50 تومن بوده. راستم میگی اصلیاشان فرار کردن ترکیه. خسروی چی؟ خسروی کجاست؟ خسروی چند ماه پیش غیر قانونی رفته ترکیه، اونجا گرفتنش. چند ماه هم تو حبس بوده، موقع تحویلش به ایران فرار کرده. حالا عوامل ما ردشه تو یکی از روستاهای مرزی زده. بگیریمش همه چی مشخص میشه. میخوای تو برگرد مسافرخونه؟ نه
بریم، من خیلی وقت منتظر همین لحظه. چی میگی؟ نسیریان بله بابا ماشینا رو آماده کن. درختای پسته آب که کم میخورن بودشون دهن بسته میشه، آبم که بهشون زیاد بدی ریشهشون میپوسه. بهم گفتی درختای پسته 1 تا 3 سالشون که باشه 1 هفته تا 10 روز آب میخوان، 3 تا 6 سالشون که باشه 12 روز تا 20 روز آب میخوان، از 6 سال به بعدم ماهی 1 دفعه کافیه. داداش عطا درست میگم؟ خودت همه اینا رو بهم یاد دادی، خدا بیامرزدت. مشفت الله، خب این باغ چرا اینطوری شد؟ تو که شهره خاص و عام بودی برای باغداری پسته، چرا گذاشتی اینطوری بشه؟ بیگوهر جبونا الان که مثل قدیم نیستن، تا بگین بگن چشم، میگن خودمون میدونیم. دانشمندم خودشون. بعدم ماجراهای حسن فکر ذهنم پیش این بچه هست. دیگه توانشون مثل قبل ندارم. ایشالا که حسن برگرده اینجور زندش میکنم. بفرما حالا چایی. میگم بی بوه کاش که باغوت نمیفروختی. بفهم. دست شما درد نکنه. بفهم. تهران که بودم گفتم برمیگردم ولایت، میچسبم به باغ پدری و آبادش میکنم، اما چه کنم چاره ای برام نمود. مجبور شدم درخت های باغم رو بدم که درخت زندگی ما حفظ کن. دل که ببندی به داشته هات دل کندن ازشون سخت میشه. ای کاش بیگوهر با مهربانو حرف بزنی تا دلش آروم بگیره. حکایت بچه ی آدم حکایت باغ و درخت ها نیست که. دل کندن و دل بستنش توفیر داره. حالا هم که خبر بدی نیومده. همین بیخبری آزارش میده. شب روز براش نذاشته. به مهری هم گفتم. بی خبری بد خبری نیست. بعدم حالا خدا رو چه دیدی؟ برا همین گفتم بیایی که یه فکری برداری به حالش، یه جوری سرش گرم کنی تا از این فکر خیاب به در بیا. اون دفعه هم که گفتی مادرها حرف همو بهتر میفهمن باهاش حرف زدم، ولی چشم دوباره هم باهاش صحبت میکنم. یه گوهر به حرف زدم باهاشم از 100 بار گفتمش. اگه شهید شده خب تقدیمش کردیم به خدا، اگر هم زنده است خب یه روزی بر میگرده. هرچند این حرفا برا مهرو فایده نداره. مشفت الله، اینطوری که شما داری میگی به نظرم برات خرج داره. یعنی چی خرج داره؟ یعنی این زمین رو بسپارش به من. نگران نشو، نمیخوام بلامم کنی، فقط بسپارش به من. این زمین چه ربطی به حال مهربانو داره؟ اگه به من اعتماد داری بسپارش به من، بعدم برات میگم. آژیر قرمز که زدن دویدیم سمت زیر زمین. بین راه بودیم صدای زنگ تلفن اومد. اون موقع منتظر تلفن نامزدم بودم. من برگشتم تو خونه، یک صدای وحشتناک اومد، تمام شیشه ها خورد شد ریخ پایین. آی
درد داشت؟ نه، شما طوری تو نشد؟ چرا دیگه؟ من مردم. میدونم، اینا رو گفتین که حواسم به سوزن نباشه، ولی واقعا اتفاق افتاد. پشت خونمون موشک زده بودن، تمام شیشه ها خورد شد ریخ پایین. خب اینو زدم که سرم و آمپول بخوان بهت بزنن دیگه دردت نیاد. زخمی هم نشدید؟ نه، زخمی هم نشدم. سلام اینا جان. سلام سیمی جون، خیلی خوش اومدی. نسرین رو صداش میکنی لطفا. نسرین سلام. چه عجب از این برا. الان هم این کار مهمی نبود نمی اومدم. چی شده؟ حالت بده؟ با چیزایی که شنیدم خیلی تعریفی نداره. دقیقه وایسا. من باید لباسم رو عوض کنم. کی بهت گفته؟ از کجا فهمیدی؟ پس میخواستیم قایم کنی؟ نه نمیخواستیم قایم کنیم، فقط دلم خواهد بدونم کی خبرها رو رسونده. حالا هر کی، مهم اینه که این آدم با اون سابقه چطور جرأت کرده برگرده بیاد ایران. اون وقت تو و احمد آقام بهش دل بدین، قلوه بگیرین، دعوتش کنین خونه. جالب، خیلی هم دقیق خبرها رو رسونده. حالا هر چی، مهم اینه که شما حسین آقا رو فراموش کردین، چسبیدین به این بابای تازه پیدا شده. ما نه حسین آقا رو فراموش کردیم، نه پرویز اعتصام بابای تازه پیدا شده است. پدر واقعی احمد بعد سالها اومده به خانوادش سر بزنه. وقت تو شدی خانواده این آدم؟ مشکل چیه سیمی؟ مشکل من جنایتایی که این آدم و پدرش در حق خانواده ما کردن. خیلی داری تند میری. حتی اگه ثابت بشه که پدر پرویز اون کارا رو کرده، گناه پدر رو به اسم پسر نمی‌نویسن. تو چطور تونستی این آدمو تو خونت را بدی؟ این آدمو باعث شدن دایی فرهاد کشته بشه. روزی که بهت میگم احمد به درد این که شوهر تو باشه نمیخوره، این روزا رو میدیدم که آقا فیلش یاد هندستون نکنه کار دعوت بفرسته واسه بابا جونش. احمد بهترین انتخابیه که من تو زندگیم داشتم. با وجود همه سختی‌هایی هم که تو اون آقا برامون درست کردین، خیلی زندگی خوبی داریم. خیلی خوب، تبریک میگم. ولی من اجازه نمیدم این آدم راست راست به گرد تقاص پس نده. دیگه دور زمونه عوض شده، این آدم ها باید برن دادگاه جواب پس بدن. بس کن دیگه سیمی، واسه خودت میبری میدوزی. چطوری اینقدر راحت به خودت اجازه میدی راجع به آدم ها قضاوت کنی؟ تو چطور کلتو مثل کپ کردی تو برف، انگار نه انگار خبریه. شدم وعده وعیدی تو کار ما خبر نداریم ها؟ واقعا که فقط میتونم بگم برات متاسفم. تو برای خودتو احمد متاسف باش که با این همه ادعای ایمان و انقلابیگری چسبیدیم به یه آدم معلوم الحال. همون اعتقاد و ایمانی که تو میگی به ما یاد داده قضاوت بی خود راجع به دیگران نکنیم. گناه دیگری رو پای کس دیگه ننویسیم. اون پدر و پسر هم با وجود همه اختلافاشون هر وقت دلشون بخواد میتونن همدیگر رو ببینن. نسرین، کاش بابا بود میدیدی با یه همچین آدمی چه برخوردی میکنه. خانواده هر چقدر با هم اختلاف داشته باشن دلیل بر بی‌حرمتی نمیشه. این جمله یک خیلی از بابا شنیدم. ضمناً آقا پرویز نه کافره نه حتی آدم سیاسی. اینو میتونی از عمه گوهر بپرسی. من از ارتفاع میترسم. نرگس میگه عشق جای کینه رو تو قلبت گرفته. سعید داره برمیگرده، مگه خبری شد؟ مگه نشنیدی؟ پسرها رو دارن مبادله میکنن. حالا برای چی میخوای ما رو نونوار کنی؟ خب پدر مادر داماد باید نونوار بشن دیگه. این آدم هنوز تقاص کارهای گذشتهشو پس نداده. انقدر تقاص و گناه گناه نکن. با حرفایی که من از سیمین راجع به پرویز شنیدم الان مطمئنم که یه نفر پشت این ماجراست. من آخرین چیزی که بهش فکر میکنم ازدواجه. چرا دلم بلرزه برای نوی که خودشو از ما نمیدونه؟ من میخوام بدونم با این کینه‌ای که شما از این آدم دارین چطور دلتون راضی میشه که احمد و نسرین بهش نزدیک بشن و باش رفت آمد بکنن. اگه تو بگی نه یا اون بگه نه، ما دوباره برمیگردیم سر پله اول. اگه ببینم روبروی من وایسادی چوبلا چرخم داری میندازی.
قید پدر پسر رو میزنم میفرستم به شهرستان.